28مین روز دی ماه برابر با 18 ژانویه سال 1068 خورشیدی برابر با 1689 میلادی، زادروز شارل لوی دو سکونده یا بارون دو مونتسکیو، یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری که در بردو از شهرهای فرانسه زاده شد و در رشته حقوق به دانش آموزی پرداخت و به پیشه دادستانی سرگرم شد و وکیل دادگستری گردید. وی پس از مرگ پدرش به عنوان رایزن حقوقی مجلس برگزیده شد و به پژوهش‌های علمی، تاریخی و حقوقی توجه ویژه داشت و چون از وضع آن زمان کشور خرسند نبود، کتابی زیر عنوان نامه‌های ایرانی بدون نام بردن پدیدآورنده منتشر ساخت و چون مورد توجه واقع گشت، به عضویت فرهنگستان فرانسه برگزیده شد. وی سپس دست از تکاپوی دادستانی کشید و به تدوین اثر نام‌آور خیش روان آیین‌ها یا روح القوانین پرداخت. این کتاب با پذیرش همگانی شگرفی روبرو شد و بعدها نیز از بنمایه‌های یاد شده در آن برای گرداندن کشورها و دولت‌ها بهره بسیاری گرفته شد. سال 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، در گذشت راینر ماریا ریلکه، بزرگترین شاعر آلمانی قرن بیستم که در پراگ پایتخت چک از پدر و مادری آلمانی به دنیا آمد. او در اوایل عمر به سفرهای متعدد رفت و از روسیه، بالکان و فرانسه دیدن کرد. ریلکه در 21 سالگی در دانشگاه مونیخ به تحصیل در رشته فلسفه و تاریخ هنر پرداخت و با شرکت در جریان‌های اجتماعی و ادبی اواخر قرن 19 در مجله‌های آلمانی و اتریشی مقاله‌های انتشار داد. وی سپس کتاب یادداشت‌های فلورانس را نوشت که در آن هیچ گونه آثار فعالیت هنری به چشم نمی‌خورد، بلکه احساس شاعر را در برابر هنر ایتالیا و اندیشه های او درباره هنرمندان آن دیار را نشان می دهد. ریلکه اولین اثر خود را با نام کتاب ساعتها منتشر ساخت و نخستین مجموعه اشعارش را به نام اشعار نو انتشار داد. سال 1366 خورشیدی برابر با 1987 میلادی، در گذشت دکتر مهدی برکشلی، موسیقیدان ایرانی که در تهران به دنیا آمد و پس از اخذ لیسانس فیزیک و شیمی به تدریس پرداخت. در آن سالها فرصتی پیش آمد که به همراه معلمینی که برای آشنایی با روش‌های جدید تعلیم و تربیت به خارج از کشور اعزام می‌شدند، به فرانسه برود. در پاریس علاوه بر مطالعات تعلیم و تربیت، موفق به دریافت درجه دکترای علوم شد. او همچنین تحت نظر استادانی همچون علی نقی وزیری و ابوالحسن صبا موفق به اخذ دیپلم عالی مدرسه عالی موسیقی در رشته موسیقی گردید. دکتر برکشلی بعدها در دانشکده علوم دانشگاه تهران مشغول تدریس شد و همچنین گروه موسیقی و تئاتر دانشگاه هنرهای زیبا، مؤسسه تحقیقاتی موسیقی شناسی در فرهنگستان ادب و هنر و کمیته ملی موسیقی یونسکو را تأسیس کرد.